درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. داریم یه چرخی میزنیم در خیابون سراب. الان وارد شدم، از میدان فردوسی کرمانشاه شروع میشه، یه خیابون تقریبا شیبدار سینه کشه و حالا میریم تا قسمت هایی که البته یه مقدار طولانیه، ولی ما تا قسمت هایی که نیاز باشه رو میریم. امیدوارم دوستانی که حالا خارج از ایرانن یا در شهر دیگری هستن و دسترسی ندارن و دوست دارن که این خیابون ها رو ببینن و خوششون بیاد، همچنین نظرتون هم برام بنویسید توی کامنت ها که کجاهای شهر مد نظرتون هست که من بیشتر اونجاها برم تا زمانی که هستم در کرمانشاه. این خیابون یک بافت میشه گفت هم سنتی هم مدرنی داره، چون خیلی از ساختمان‌های قدیمی رو ساختن و تبدیل به آپارتمان کردن. خیلی حالا جای رسیدگی به نظرم خیلی داره، خیلی جای رسیدگی داره، ولی به هر حال یه مقدار جلوتر که بریم زمین ها و باغای شخصی شروع میشه که در سمت چپ من هستن. در سمت راست من این بولواری که میبینید، به سمت بولوار اس، خیابون کسرا و شهرک ژاندارمری میره. این هم خیابون اصلی سراب هست. البته دیگه ما از نیمهش هم رد شدیم و نیمه های خیابون رو هم داریم رد میشیم. در سمت چپ من یک تقریبا میشه گفت یه جایی رو حالا درست کردم، ولی من رونقی خیلی توش ندیدم، که انواع و اقسام غذاها و خوراکی ها هست، نوشیدنی، خوراکی، ساندویچ، حالا هر اون چه که فکر کنید اینجا هست. در سمت چپ من یه پارک داریم میبینیم، در سمت راستم اینجا مردم برای پیاده روی خیلی وقتا استفاده میکنن ازش و میان برای پیاده روی کردن. صبح یه مقدار زودتر، الان چون خورشید بالا اومده و گرمه، شاید الان خیلی دیگه کسی برای پیاده روی اینجا رو استفاده نکنه، هرچند یه آقایی رو دارم میبینم که داره پیاده روی میکنه، ولی خب این تایم مناسب برای پیاده روی نیست، چون دیگه هوا خیلی گرم میشه. ماشینایی هم که اون بالا میبینید پارک کردن یه قسمتی هست به نام تپه که میرن ماشیناشو پارک میکنن و تپه گردی میکنن برای حالا کسایی که دوست دارن در این زمینه فعالیت بکنن، ورزش کنن، که منم خودم خیلی ورزش دوست دارم. جای کار داره به نظرم، خیلی میتونه قشنگتر روش کار بشه و خیلی اتفاقات بهتری براش بیفته. در سمت چپ تصویر یک خیابونی رو دارید میبینید، یک شاهراهی رو دارید میبینید که یه بزرگ راه در واقع. این بزرگ راه یا اتوبان
کسایی که از سمت همدان میان رو هدایت میکنه که دیگه داخل شهر نیان و مستقیم میتونن از همونجا استفاده بکنن و از همون راه برن به سمت شاهباد، اهواز، قصر شیرین و حالا شهرستانهای دیگه. دیگه چیز خاصی ته این خیابون نیست. دور میزنم که برگردیم به همون خیابون اصلی سراغ. خیلی چیز خاصی نداره چون دیگه اتوبان میشه و این داستانا. حالا اگه دوست داشتین که اون قسمت‌ها رو هم برم، برام توی کامنت‌ها بنویسید. این همون اتوبانی است که عرض کردم خدمتتون. ماشین‌ها رو داخلش داریم می‌بینیم که دارن میان و میرن. در سمت راست تصویر بود. کامیونه اینجا چی میگه؟ تریلیه؟ نمیدونم، اما قاعدتا نبایستی توی شهر بیاد. روزای تعطیل اینجا خیلی شلوغ میشه به خاطر اینکه خب به هر حال مردم به عنوان یک تفریحگاه ازش استفاده میکنن، میان اتراق میکنن، حالا در پیاده رو میشینن یا حالا چای میخوان یا حالا هر چیز دیگه استفاده میکنن. راست تصویر اگر ببینید درخت ها باغهایی هستن که حالا باغهای شخصی هستن و در کنار رودخونه سرا واقع شدن. سمت راست من همون پیاده روی بود که غذاخوری ها اینجا بودن. و تقریبا دوباره داریم به قسمت اصلیه خیابون سراب، یعنی ابتدای اون قسمت های اصلیش داریم میرسیم. جای کار زیاد داره، خیلی جای کار داره.
بعد امیدوارم که خونه های زمینی کمتر توش خراب بشه و تبدیل به آپارتمان بشه. در انتهای تصویر اگر یه مقدار قابل رویت باشه، باز میدان فردوسی رو میبینیم و این بود خیابون سراب کرمانشاه. ما هم دیگه دوری زدیم. با من همراه باشید، نظراتتون رو برام کامنت کنید و بنویسید لطفاً. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه، تجدید خاطراتی شده باشه یا بخشی از دلتنگی ها رو برای کسایی که نیستن و دلتنگ ایران و شهرشون کرمانشاه بودن بتونه تأمین بکنه. خب من دارم میرسم به میدون فردوسی. منو همراهی بکنید توی ویدیوهای دیگه، کانال رو سابسکرایب بکنید و با من همراه باشید عزیزان. امیدوارم که اوقات خوب و خوشی داشته باشید.